نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. ما مثل روزهای قبل برای شما احادیث از پیامبر خدا رو میگیم و ما وقتمون محدوده. هدف ما این است که با احادیث مختلف پیغمبر آشنا بشید، گرنه این احادیث رو میشه شرح داد و گاهن احتیاج به شرح هم داره برای کسایی که نمیدونن. ولیکن میذاریم این شرح‌ها رو برای بعد از ماه رمضان در برنامه‌های روز شنبه که انشالله خواهد بود، ظهر شنبه، شنبه ها براتون میگم. امروز هم 5-6 حدیث یا 7 تا براتون انتخاب کردم. به صورت خلاصه کاربردش هم میگم. اولیش از حضرت ابن عمر، پسر عمر رضی الله عنهما. ایشون نقل میکنه که من از پیغمبر خدا شنیدم که ایشون فرمودن ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. پیامبر فرمود دوست داره، فرمودن که الله دوست داره که شما به رخصتهاش، یعنی به چیزهایی که به شما اجازه داده که به اصطلاح به شما سهل گرفته، آسون گرفته، عمل کنید. همونطوری که دوست بدش میاد که به معصیتش عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی خدا مثال مثلا همین ابن عمر اتفاقا داستان جالبی داره که پیامبر بهش گفته بود نماز قرآن در یک ماه بخون. این گفته بود من نمیدونم، کمتر میخونم، در 3 روز میخونم. باز پیر شده بود، برای سخت شده بود. یعنی خدا اگر بهت رخصت داده، مثلا در سفر اگر خودت به حال خودت میفهمی که روزی گرفتن برای سخته، خب نگیر که میدونی سخته. نه، این رخصت خدا رو استفاده کنی، اجازه خدا رو استفاده کنی. خدا دوست داره، حدیث اینو میگه. نه اینکه بگه حالا خدا به من اجازه داده من استفاده نمیکنم. من بعضی یارو دیدم میگه آقا هوا گرم نیست، روزه ثواب داره یا نه؟ مرد حسابی تو چه فرق میکنه برای خدا زمستان و تابستون؟ منظور من این است که الله پاک مثلا در سفر اجازه داده که سنت خونده نشه، حالا نفلی که دوست داره بخونه. اما یه کسی با خودش سختی چی میاره که آقا من حتما باید سنت بخونم؟ این سنت خود در سنت این است که در سفر سنت نخونی. چیزی که به تو اجازه داده شده رو بهش عمل کنی، خدا دوست داره. تخفیف داده، به تخفیف‌های خدا عمل کن. خدا به تخفیف داده. همونطوری که میگه خدا دوست نداره که گناهش انجام بدی، چیزی که گناهش انجام بدی، همونطور هم دوست نداره که چیزی که بهش به تو اجازه داده، تخفیف داده، تو انجامش ندی. برعکسش دوست داره که به تخفیف‌های خدا عمل کنی. متوجه هستی؟ مثال روزه رو گفتم دیگه، که روزه در سفر مثلا در مریضی، یکی مریضه آقا میگه روزه برای تو مریض، میگه برو روزه دیگه روزه بگیر بعد رمضان، نمیگیره. این ده غلطه، این خدا دوست نداره. مریض هستی و میدونی که برات اذیت داره، نگیر. وقتی بهت اجازه هم داده شده، تازه خدا اونو دوست داره که تو انجامش ندی. یعنی اونجا اگر روزه نگیری خدا دوست داره. خب حدیث بعدی از ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر خدا شنید که ایشون فرمود ان الله يحب، خدا اینجا هم دوست داره، سمع البيع سمع الشراء سمع القضاء. الله پاک دوست داره کسی رو که سهل میگیره در خرید در فروش، سختگیر نیست، آسون میگیره، کمی ارزون میده، کمی گرون میخره. الله پاک اینو دوست داره که با هم دعوا و جنجال نکنید. و دوست داره کسی رو که نمیتونه قرضش بده، انسان با او مدارا کنه. مدارا کنه و سخت نگیره بهش. خلاصه خدا سختگیری رو دوست نداره در خرید و فروش و قرض و فلان اینا. دوست داره که انسان چی باشه؟ آسانگیر باشه. و در حدیث دیگه است که پیامبر دعا کرده که خدا رحمت کنه کسی رو که در خرید فروش سختگیری نمیکنه. یعنی چی سختگیری نمیکنه آقا؟ یک مالی خریدی، مثلا نفر خریده برده و خوشش نیومده، برات برآورد، پس آورده، ازش پس بگیر. این سختگیری نیست، درسته؟ ولی البته بعضی مردم استفاده های نادرستی هم میکنن. شنیده بودم که خانمی در ایتالیا، شرکت ها هستن که ماشین خیاطی میدن، اگر خوشت نیامد بعد از مثلا 2 هفته میتونی برگردونی. این 2 هفته ازش استفاده میکرد، میبرد پس میداد، باز از یه جای دیگه میگرفته. این دیگه همون سخت چیزی است که خدا دوست نداره. الله ما ایرانی ها رحم کنه با کارهایی که میکنیم.
این حدیث ببینید شکنجه در اسلام حرومه. خب نگاه کن اینایی که شکنجه میکنن و متاسفانه هست تو کشور اسلامی خیلی زیاد، کشور ایران چقدر زیاده. ابن جزام به نظر من حساب ابن حکم بوده، بله، ایشون رضی الله عنه رفتن در شهری، میرفتن در شام، دیدن که یک عده از مردم اهل کتاب رو نشون در آفتاب نگه داشتن. فکر کنید آفتاب، اینا رو روز وسط روز در آفتاب نگه داشتن. گفت اینا کیا هستن؟ گفتن، مردم گفتن که اینها اهل کتاب هستن، یهود و نصارا هستن و اینها باید مالیات بدادن. مالیات ندادن، نتونستن مالیات خودشونو بدن. حضرت ابن حزام ناراحت شد، گفت که من شهادت میدم به این که از پیغمبر خدا شنیدم که ایشون فرمودن ان الله عز وجل يعذب يوم القيامه الذين يعذبون الناس. من میگه شهادت میدم که از پیغمبر شنیدم خداوند کسی رو که مردم رو، هر کس، مردم هر کس، اهل کتاب و کافر و کافرم نباید انجام بدی، کسی که پیغمبر توهینم کرد حق شکنجه کردنش نداری. تعذیب یعنی شکنجه. فرمود که من شنیدم از پیغمبر گفت که خداوند در روز قیامت کسایی که مردم رو عذاب میکنن، خدا اونا رو عذاب میکنه. یعنی هم تو شکنجت میده، نمیگه من مسلمان هستی و آقا من خب مسلمان هستم، نه نه، شکنجت میده. اون روز میگه اون بعد این خبر به امیر رسید. شام یک امیری داشت دیگه در فلسطین، عمیر ابن سعد امیر بود. این صحابی راضی نشد، رفت پیش او و به این حدیث دوباره برای اونم گفت. امیر گفت فورا این زن اینا رو آزاد کنید، ولشون کنید برن، یعنی شکنجه نکنید. در آفتاب، آفتاب شکنجه است دیگه، در آفتاب نگه ندارید. یعنی امیر چون که مسلمان بود، حدیث بهش رسید، فورا به حدیث عمل کرد. و وای به حال مسلمانای امروز که من حالا باید از رادمیر یاد کنم که شیعه بوده سنی شده، میگه منو بر روی آتش نشونده. اون که در آفتاب گذاشته بود پیغمبر، صحابی ناراحت شده بود، میگه روی صندلی فلزی منو نشوندن، زیرش آتش روشن کردن، لباسم سوخت، بدنم سوخت. اینا این آدما باز اونم که البته این کارو کردن، حالا کشته شدن، مردن، رفتن. یکیش همون کی بود که واجب خورده بود، همون که داروی نظافت خورده بود، یکی اون بود که نشکنج کرده بود، رفت، مرد، رفت. حالا باید خدا عذاب خدا رو با چطور تحمل میکنه انسان که شکنجه میکنه در دنیا. پس شکنجه در دین اسلام حرومه، یادتون باشه. فکر کنم همین کافی است که ما بگیم که دین ما برتر از همه دین هست، چون همه اینا شکنجه میکردن، تازه یاد گرفتن که شکنجه نکنن. وسایل شکنجه هایی که اینا در اروپایی ها دارن، ببینید تعجب میکنی چی وسایل اختراع کرده بودن. خب حدیث بعدی حدیث بسیار جالبی است که حضرت عبیره باز روایت کرده که پیامبر فرمودند اذا مضى شطر اللیل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يؤتى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. این حدیث خیلی بزرگی است. پیامبر میفرماید که وقتی که پاسی از شب میگذره یا دو سوم شب میگذره، خداوند به آسمان دنیا میاد، الله پاک خودش به آسمان دنیا میاد و میگه آیا کسی هست که از من سوالی داشته باشه، حاجتی داشته باشه تا بهش بدم؟ آیا کسی هست که دعایی بکنه که برش مستجاب کنم، استجابت کنم؟ آیا کسی هست که استغفار بخواد تا بهش بیام، تا او رو بیامرزم، تا آمرزیده بشه؟ و میگه تا این دو این سوالای الله هست تا وقتی که صبح میشه. یعنی الله خودش میپرسه کی حاجتی داره، کی درخواستی داره، کی دعایی داره، کی استغفار داره، تا اجابت بشه همش. این هر شب اتفاق میفته، این هر شب اتفاق میفته. حدیث بعدی پسر عمر میگه که آقا پدر من یه روزی با یه گروهی میرفتن سواره، حضرت عمر حرف زد که به پدرش قسم خورد در یه حرفی، پیامبر شنید. حضرت عمر گفت به پدرم قسم، سوگم، ما میگیم که قسم به روح پدرم، حضرت عمر هم گفته. پیامبر داد زد، اونا رو صدا کرد، گفت الا ای، میگه توجه کنید، ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله و
الا فلیسموت. میگه آگاه باشید، خدای پاک شما رو منع کردی که قسم به پدرتون بخورید. میگه به روح پدرم قسم یا به غیره. هر وقت هر کس میخواد قسم بخوره، به اسم الله قسم بخوره یا ساکت باشه. یعنی قسم که میخوری با اسم الله فقط قسم میخوری، نمیگه قسم به محمد حتی رسول الله، قسم نمیدونم به روح پدرم، قسم نمیدونم به پسرم، نه به جون پسرم، نه نه، این قسم ها همش پیامبر من کرده. ها میتونه بگه قسم به رب کعبه، قسم به رب محمد، یعنی قسم به خدای محمد، قسم به خدای کعبه، اما بگه قسم به محمد غلطه صلی الله علیه وسلم. اینا همش منجر به شرک میشه. باید که فرمایشات پیامبر رو توجه کنیم. جابر رضی الله عنه میگه، عبدالله ابن جابر میگه، من تو با زنی عروسی کردم در زمان پیغمبر. میگه پیامبر منو دید، گفت جابر عروسی کردی؟ گفتم بله. گفت با بکر یا با بیوه؟ گفتم یا رسول الله با بیوه. گفت چرا با بکر عروسی نکردی که به اصطلاح شوخ شنگ شوختر است به اصطلاح؟ فرمود که، گفتم که یا رسول الله من خواهرایی دارم، ترسیدم که بین و این اونا دعوا بشه، اگه بین من اونا فاصله بندازه این زن، یعنی زن عاقله رو گرفتم. پیامبر باز این حدیث برش گفت، این فرموشه پیامبر است، فرمود ان الامراه تنكه لدينها و مالها و جمالها فعليک بذات الدين تربت يداک. پیامبر فرمود که یک زن به خاطر سه چیز اضافه باش عروسی میشه، یا به خاطر دینش، یا به خاطر مالش، یا به خاطر قشنگیش. بر تو باید که با دیندار، یعنی با کسی که صالح هست، عاقل است، عروسی کنی که ذلیل نشی. تربت یداک یعنی این که معنی ظاهریش یک بددعاست، اما دعای بد، اما در حقیقت معنیش این است که دعای خوب میکنه که ذلیل نشی، به اصطلاح خوش باشی. پس بین زنها کاربرد حدیث این است که این روزا ما ببینیم مردم فقط زیبایی رو نگاه میکنن. بابا زیبایی اصلا در مقابل باز میبینی زیبا اومد در خونه مثل بم منفجر شد تمام خونه رو خراب کرد. نکنید اینجوری، اول دین رو ببینید، بعد از این هیچ اشکالی نداره که مال و زیبایی رو هم انسان ببینه اگر نداشت، ولی اول دین ببینید. حدیث آخر که حدیث بسیار عظیمی است، پیغمبر خدا برای دخترش یاد داده، بهش گفته چه مانع میشه که این رو هر روز و شب بگی؟ انس بن مالک خادم رسول الله میگه که حضرت پیامبر به فاطمه که دخترش باشه رضی الله عنها فرمود، ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیکی به. میگه چی مانعی تو هست که به وصیت من بشنوی، وصیت منو، وصیتی که بهت میکنم چیه؟ وصیتش ان تقولی اذا اصبحتی و امسیتی، که بگی صبح و شب، چه صبح چه شب بگی. یعنی مانعی چی؟ با مانع میشه که این حرفی بهت میگم بگی؟ اون حرف چیه؟ این دعا رو میگه حتما در صبح شب بگو، یا حی یا قیوم به رحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا حی یا قیوم، یا زنده پا بر جا، از رحمت تو من استمداد میطلبم. به الله میگه تمام امور من اصلاح کن و من با حال خودم حتی یک چشم به هم زدن نذار. این یک دعای کامله، یا حی یا قیوم به رحمتک استغیث اصلح لی شأنی، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. خدایا یا حی یا قیوم به رحمت تو من چنگ میزنم، همه امور من اصلاح کن. هر چی هست دیگه، آدم همیشه تو ذهنش ده بیست تا چی هست، آقا الان چی میشه، دو ساعت بعد چیکار دارم، سه ساعت بعد چیکار دارم، فردا، یک ماه بعد. خدایا همه رو میگه تو اصلاح کن، من یک لحظه هم تنها نذار، یک چشم هم زدنم من میگه ول نکن، یعنی همیشه با من باش. این دعای عظیمی است که پیامبر به دخترش که دوستش داشته یادش داده. یادمون نره که پیغمبر دختر خودش رو بسیار دوست داشته. کسایی که دوست داشته حدیثای خاص یاد میداده. معاذ بن جبل یادتون میاد؟ حضرت ابوبکر هم یک حدیث خاص یاد داده، بهش گفته که این حدیث خاصه، بهش گفته که ابدا ترکش نکنی در صبح شب. و ما میدونیم حدیث حضرت فاطمه تا لحظه‌ای که زندگی بود، زنده بودم، یک زن عزیز بود، برخلاف اون چیزی که بعضی از ژاژخایان میگن، یعنی بیهودگویان میگن، فاطمه بسیار عزیز زندگی کرد و بسیار عزیز از این دنیا رفت. الله حافظ و نگهدار همه شما. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. یا محمد یا نبی.
محمد يا حبيب الله.